خوش آمدید جناب استاد اسدی. خیلی ممنون. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و این ایام سوگواری و به همه هموطنانم تسلیت میگم. آیا شما هم جز اون کسایی بودید که ماشاءالله خوب رو اومده بودید بعد از این مسابقه؟ نه دیگه، ما اضافه وزن نداریم. حداقل فکر کنم 20 کیلو ها. من که اضافه وزن نداشتم. نداشتید؟ 2-3 کیلو چرا داشتم، ولی زیاد اضافه وزن نداشتم من. دوست فکر کنم یه 10 کیلویی بود الان. خب دیگه حالا کمش کنیم 5 کیلو. خب چیکار میکنه الان کلا آیا استاد اسدی؟ خب من تو تبریزم، مدرسه فوتبال دارم اونجا. خب سر اونو بچه‌ای هم کردیم دیگه اونجا. شما اون موقعی که تیم ملی بودیتون چقدر حرف و حدیث در مورد شما بود؟ یه سری میگفتن نه آقای فائقی فامیلتونه، یه سری میگفتن آقای مایلیکا هم فامیلتونه. خیلی صحبت بود، قبول داری؟ والا من از خودمو بگم مثل دایی مثل آقای فائقی داشته باشم. اگه دایی باشه که قلانم دایمه دیگه. نه من آقای فائقی مال میانه بودن، من مال تبریزم. ولی خب از خودم که دایی مثل آقای فائقی داشته باشم. یعنی هیچ چیزی نبودی؟ نه هم زبون بودیم با فامیلی هستم. آقای مالک هر شایستگی شما شما را مالک هم که خب من خیلی دوستش دارم. یعنی اون موقع خیلی ارزش میداد به شهرستانی ها. یعنی فرق نمیذاشت که یارو تهرانیه مال پایتخت یا شهرستانیه. یعنی یه با مثال 76 دعوت شدم تیم ملی زمان های پروین بودن. یعنی ما یه هفته تمرین نکرده خط خوردیم، یعنی بازی هم نکردیم. تو سه بار رفتیم سالن و اینا همونجا خط خوردیم. سال شما موقع کدوم باشگاه چه اسمی میگفتن فوتبالش استاد اسدی از تیم ملی شروع کرد، موقع کجا بازی میکردی؟ من ماشسازی بودم. یعنی من اخه فوتبالو با دیه شروع کردم، 22 سالم با فوتبالم شروع کردم. چون استعداد ورزشیم خوب بود، تو والیبال و پینگ پونگ اینا مقام آورده بودم، تو کشتی هم مقام آورده بودم. بعد دیگه دنبال رفتیم خدمت اینو برگشتیم، دنبال کار اینو میگشتیم، تو بابا هم تو ماشسازی بود. گفتیم ما رو بریم اونجا، یه ما رفتیم ماشسازی تمرین کردیم که خوششون اومده بود، قرارداد بستم با ما. یه رفتم اونجا دیگه 7-8 سالی ماشسازی بودم. بعد یه رفتیم اون بازی مقدمات جام جهانی 98 تقریبا تمام بازی ها فیکس بازی کردی؟ بله من 51 بازی ملی دارم. آره که زمان موقع مثلا میگفتم پاشازاده که مثلا بیرون میشه شما بازی میداده، هم میگفتم مثلا آقای مایلیکان از پاشازاده خوشش نمیاد که از آقای استاد اسدی استفاده میکنه. خب مربی سلیقه‌ایه، نمیشه گفت مثلا پاشازاده خوب بودن یا من خوب بودم، فرق نمیکرد. خب تو تمرینات هر کی آماده بود واسه حاجی فرق نمیکرد که مثلا پاشازاده خوب بود، خب پاشازاده رو میذاشت تو زمین، فرق هم نمیکرد واسش. اون که آماده بود اونو میذاشتم. مهدی هم زیاد مصدوم میشد، خدایش مهدی بازیکن خوبیه، منم اون موقع خیلی دوست داشتم مثلا مهدی بیاد جای من بازی کنه، ولی خب مهدی زیاد مصدوم میشد. خود مثلا نقطه قوت بازی تو چی میدیدی؟ چون با عنوان دفاع جلو زمین بازی میکردی دیگه. من آقای فردوسی اگه میخواین چی فوتبالی سو مثلا دفاع چپ بازی نکرده بودم، یعنی استعدادم میگفت که برم دفاع چپ بازی کنم، یعنی دو پا بودم که راحتم دفاع چپ میتونستم بازی کنم. من تو ماچ سازی ناشخانم که اومده بود آپک نفوذی بازی میکردم، یعنی اون موقع من تو لیگ آزادگان 18 تا گل زده بودم. جدی؟ بله. بعد که چی شد اومدیم تیم ملی، بعد گفتم مثلا اگه بخوام تیم ملی بمونم جایی واس خودم پیدا کنم، دیدم بلا بریم دفاع چپ. تو دفاع چپ مثلا دو تا یار بودیم، فرشاد فلاستاد و یحیی بودن. یحیی هم که مصدوم شده بود گفتم حالا با فرشاد رقابت کنیم شاید ما رو بذاره. چه خوب رقابتمون چه گذاشتن. به ما 373,000 نفر شرکت کردن. یه مسابقه پیام کوتاه یه بار دیگه تماشا بفرمایید. پیام بازرگانی هم دوستان پخش میکنم. برمیگردیم با علی اکبر استاد اسدی، ما صحبتمون رو ادامه خواهیم داد، با ما همراه باشید. خب دوستان آماده میکنند که ما بخش بعدی تقدیم حضورتون کنیم، زمینی که کماکان در خدمت علی اکبر استاد اسدی هستیم، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشوری. شما الان در واقع فوتبال اینا الان تامین هستید؟ نه آقای فردوسی به ما هیچی نمیدن. یه دونه اون موقع بیمامون کردن، چیزی به ما نمیدن. نه یه الان کلا اصلا چون نسل هم نسلای شما الان اسمشون یا سرمربی هستن یا به حال وضعیتشون خوبه دیگه، شما از اونجوری نیستید. نه آقای فردوسی شما حساب کنیم اون موقع پول خوبی نمیگرفتیم. یعنی من تو ماشتاجی بودم ما 500 تومن میگرفتم. شما حساب کنیم من طولی
8 سالی که ما استاد بودم یه تومانی نگرفته بودم، یعنی یه میلیون نگرفته بودم. بعد اومدیم زوباهن، پولی اولین پولی که من گرفتم 9 میلیون بود. اونم زوباهن گرفتم. ما 500 تا هم میگرفتید اون موقع که خب میشد. حالا میگم والا میگم 10 سالی من یه تومن هم نگرفته بودم. بعد اومدیم 500، اگه ما 500 تا هم میگرفتید میشد 106 تومن. نه 500000 تومن. حالا دیگه 500000 تومن. نه میگم 500 تومن، 500 تومن خالی. 500 500 تومن. 500 هزار تومن. 5 تا صدی. آ 5 تا 5 تا 500 تک تومن. بله دیگه آقا پول خوب پول نمیدادن. 500 تکی بعد خب شما همش میگین 500 تکی مون مثلا 40 سال پیش بوده 500 تکی. آقا حساب کنیم من ماهی 1000 تومن، 1000 تومن. من ماشینی رو میگرفتم، حق فوتبال میگرفتم. چیزی به اون نمیدادن. آقا خیلی وضعیتون خوبه. حالا شما حساب کنید ماشسازی یا 200 میلیون بودجهشه. یارو مربی آورد 800 میلیون ماشسازی الا کل تیمش 200 میلیون الا اونم نمیده. بله. خب ببینیم یک تا بخش رو بعد در خدمتتون خواهیم بود. کدام گزینه را برای قضاوت بازی استقلال پیروزی مناسب تر میدانید؟ شما می توانید عدد مربوط به گزینه مورد نظرتون رو از طریق پیام کوتاه به شماره 23090 ارسال نمایید. می 500 بودم 29000 نفر شرکت کردن از سوال پیام کوتاه ما. آمارم بالا ما وقتی عنایت به جمع اضافه شد بعد میگم تقریبا میشه گفت نزدیک جون که جالب این که کسانی که به داور ایرانی گزینه 1 و داور خارجی گزینه 2 رای دادن تقریبا مساویه. حالا آینهیت که اومدن اینجا کاملش با هم خواهیم دید. اما تقریبا آیا علی اکبر استاد اسدی هستین؟ آیا استاد اسدی یه بازی معروف هست بگم حالا یا نه دیگه اتفاق افتاده الان رو تمام اینترنت هم هست هم آقا گل ملی حساب میشه دیگه. آره خیلی قشنگه من خودش این بازی دادم این تصویر شد دوستان محبت میکنن پخش من خود علی اکبر استاد اسدی بازیکن دوست داشتنی تیم ملی فوتبال کشورمون توضیح میده که داستان این گل چی بوده و به قول خودش گل ملی به ثمر رسون. بازی ایران مقابل ژاپن تو بله. مالزی تصویرش پخش میشه. خود آقای استاد اسدی روی تصویر توضیح میدن. خب این از سمت چپ تو سانت شدی دروازه به این قشنگی دروازه رو باز کردی. خودم رو گرفتم آدم این بری میرم ترسم دارم واقعا این بری میرم واقعا چی شد چیه داستانه چیه توضیح میدی نمیدونم خیلی قشنگ داری خدا وکیلی خیلی قشنگ زدی یعنی تو فوتبال خب فوتبال رخ میده دیگه حالا خواستم دفعه توپ کنم خودم یه دفعه نمیدونم خدا هیچ بعد گفتم میخواستی آبزاده رو امتحان کنی اونو که بعدن آره بهش گفتم گفت استاد چیکار میکنی گفتم خواستم ببینم بدنت آماده است یعنی آماده نبود بس نه بدنت آماده این بازی ما میبازی بقید تو برای داوری چیشون آفساید گرفتیم یه سوال خیلی جالب داوری چیشون از شانس منه دیگه الان ژاپن با این گل میرفت جام جهانی خب مجسمه تو ژاپن میزدن بله اما گله یه گل دیگه این بازی زدی یا الان آخه مساوی شد دیگه گل ملی که بله دیگه گل ملی حساب میشه نه کلا گل ملی که نزدید در این 51 بازی که نه دیگه یه گل به خودی زدیم خب اینم که زدیم دیگه مساوی میشه دیگه آره این گل هم مثلا میگم با عادی طباطبایی بهش گفتیم میزنم سمت راست چی بود داستان پنالتی که زدی نه راستش بهش گفتم گفتم بهش میزنم سمت راست اونا فکرم گفتم سمت راست خودت منم زدم طرف چپش دادم دیگه ها سمت راست خودت زدی شما من که خیلی نامرد و الان شما دوست نداری باید عرصه مربیگری بشین خیلی جدی چرا حالا کلاسامون رفتیم ولی خب مشکلات زندگی نمیذاره ادامه کلاسامون رو بیام ادامه بدیم ولی خب باز اومدم تهران حالا ببینیم حالا خدا چی میخواد ببینیم میتونیم یه تیمی پیدا کنیم که باش کار کنیم اینا یه پیدا بشه چه راحتم اما من تازه فهمیدم بازیکن تیم ملی اون موقع میگفتن همه از شما تعریف میکردن ذکر خیر شما واقعا حق داشتن خیلی دوست داشتنی هستید آقای استاد اسدی.